بر اساس یک الگوی نخنما شده کاملا طبیعی که پس از دفن پیکر بچه نوبت به پروژه اعترافگیری حکومتی از مادر داغدار میرسه. مادری که درست شب قبل از اعترافگیری از ترس حکومت بچه کش جنازه دزد پیکر بیجان بچه 10 سالش رو به جای سردخونه میبره خونه. در خونه تک تک همسایه ها رو میزنه. یخ جمع میکنه و کنار جسد بچهش تا صبح میشینه و بعدم اونو به خاک سرد قبرستون میسپره. یک فاجعه واقعی. بعد ولش میکنن؟ نه. همین مادر پریشون حال مستعصل بعد اعترافگیری اجباری به یک بار تبدیل میشه به مادر شهید. باور کردنه نیست، اما خطاب به یه بچه 10 ساله میگن رفیق شهیدم. دقیقا همون لقبی که علی اکبری نماینده اعزامی خامنه ای به زاهدان برای برخی از کشته شده های حوادث زاهدان و خاش استفاده کرده بود. شهید و مهمان خدا. استانی که بیشترین تعداد کشته ها را در این 2 ماه اخیر داشته. تا امروز 123 نفر که آمار و اطلاعات نشون میده که 10 تا 14 تاشون بچن. به این آمار هم اضافه شده. تازه از بچه های بازداشتی و مفقود شده صحبت نمی کنیم. از اون بچه ها اصلا اطلاعات دقیقی در دست نیست. 3 روز پیش رقص نمادین بدتر از صد عزای مادر و خانواده و بختیاری ها برای آرتین رحمانی ایزهی که فقط 14 سالش بود دردی رو بر سینه میلیون ها انسان گذاشت که تنها شاید دادخواهی عادلانه در آینده بتونه کمی تسکینش بده. عزاداری انسان هایی رو میبینیم که نه تنها بچه هاشون رو کشتن بلکه به اونها انگ تجزیه طلبی میزنن. بختیاری هایی که به عنوان یکی از قدیمی ترین اقوام و ساکنان سرزمین های باستانی خودشون رو یکی از صاحبان اصلی کهن سرزمین ایران میدونن. بله، کیان و آرتین 2 بچه ایزهی به خاک سپرده شدن. اما پیکر بیجان بچه 3 کجاست؟ جسد سپهر مقصودی، اون هم ایزهیه. اونو از سردخونه دزدیدن و اصلا معلوم نیست کجاست. چرا؟ چون خانواده اول باید اعتراف کنن، بعدش برن پور قرض بگیرن یا یه چیزیشونو بفروشن، به قاتلا پرداخت بکنن تا شاید اون موقع با 1000 شرط و شروط و تهدید از سوی مامورها تن بچه‌شون رو تحویل بگیرن و بعدش بتونن اونو به خاک بسپرن. این روزا بچه‌های عزادار برای بچه‌های کشته شده عزاداری میکنن. باوان، دختر فرشته احمدی، یکی از کشته شده‌های اعتراضای اخیر بعد از کشته شدن کیان برای اون نوشت: کیان جون نگران نباش، رفتی اون دنیا، مادرم ازت مواظبت میکنه. بله، بچه‌ها این روزا خیلی زیادی زود بزرگ میشن تو ایران و چیزهایی رو تجربه میکنن که اصلا نباید هیچ بچه‌ای تجربه بکنه. حالا میخوام ازتون دعوت کنم با هم 1 دقیقه با یه مادر و بچه‌ش سوار ماشین بشیم، بریم تو سطح یکی از همین شهرهای اعتراضی. شهرش اصلا مهم نیست. تو یکی از همین خیابونایی که شلوغه و مردم اعتراض میکنن با هم میریم، برمیخوریم به مامورای امنیتی. یا لباس مخصوص دارن، کلاه خود جنگی دارن، سلاح دستشونه، یا لباس شخصی دارن، چاقو و چماق و سنگ تو دستشونه. جلوی ماشینمونو میگیرن. برای 1 دقیقه فقط بشینیم تو اون ماشین، بشنویم و نگاه کنیم چه اتفاقی میفته برای یه بچه ایرانی این روزها. ببینیم تجربهش چیه. بچه‌ای که اگه تو خیابون کشته نشه سهمش از زندگی این چیزیه که الان من و شما میشنویم. نزن آقا بچه هم میترسه. نزن، گفت مادم کنتر باشه، بیا نزن بچه هم میترسه.
ما از آتش ها میترسیم، ما تو پروانیسیم. بچه شما شیه؟ بچه های شاید عوضی ها. آقا تو رو خودم میدردم چیزی نگفتم. بابا من که یه حرف زدم میدردم. چه بس اخده یک مامان تو رو خدای جرگ بدید.